اصلا هم چیز عجیب غریبی نیست. تراز کلت هم گلم مهم نیست. برای چی؟ برای اینکه تو اگر سواد داشتی و بر من اوکی بود، خب نمیدونی کلاس اینو که خب تو اون درس مشکل داشتی، معلمه به درس نداده، سواد نداشتی، مهارت نداشتی، اومدی کلاس هم دارم گردی، بعد برمی کلاس رو اجرا بدید. چرا دارم مثلا قلمچی میکنم؟ قلمچی رو میری گرم میذاری، میگیم چرا گرم زدی؟ آخه کلاس رو نرسیده بود. خانواده میگه ما رو مسخره کردی، خود مسخره کردی. پس حتما بهش دقت کن. خانواده دارم قشنگ جلسه میذاری توجهش میکنی که پدر مادر عزیزم من الان درسمون با کلاس تا بس آزمون رفته مثلثات، من این آزمون مثلثات رو صفر میزنم، ایشالله دو جلسه یک کلاس اون بهش میرسه، تو اون آزمون من مثلثات و تابه رو با هم جواب میدم، شما هم نگران نباشید. به همین سادگی، به همین خوشمزگی، اگر درکش بکنی، اگر بتونید به اطرافیانتون حالی بکنی، اگر خودتون بتونید عملیاتیش بکنی. پس طبق برنامه 5 نفر به ما در برنامه دخالت میکنن. آزمون نقشه کلی راهه، مدرسه جو عمومی کارمون برنامه‌مون، آدما رو می‌بینم، حضور دارم، من تو مدرسه آدمسایی باشم، شاگرد اول باشم، شاگرد بعدتر باشم، دیده بشم، حالم خوبه. دو، کلاس رفتم که علاوه بر سازمان کار کنم، خودم و مشابه. بعد طبق برنامه مدرسه، طبق برنامه قلمچی یا آزمونی که ثبت نام کردم، میرم جلو، سواد رو از مدرسه و کلاس می‌گیرم، خودم جون می‌کنم، مشابه فز میده. پس مشاور اسمش هم بوشه، مشاورت، مشورت میده. انا در اینا سبیل، انا شاکرن، انا کفورا. ما راه نمایید میکنیم که چه خاکی به سر بریزی گله، این خاکو یا اون خاکو، این روشو یا اون روشو، تو انتخاب میکنی کدوم انجام بدی و بری جلو. پس هر کسی سر جای خودش. ما تو بحث مشاوره زیاد نمیتونیم واسه برنامه‌ریزی شما کاری بکنیم. بدهی چی؟ برنامه مدرسه ممکنه تغییر کنه، برنامه کلاسی یا یه معلم ممکنه بیاد فوق‌العاده بذاره، یا کلاس حضوری که میروی. برای همین بس تو بعد اصول برنامه‌ریزی یاد بگیری. قدم اول کندن چاله رو بهت یاد دادم، قدم دوم دزدیدن مناره بود، مناره رو می‌دزدی. حالا میای چک می‌کنی من 75 ساعت زمان دارم در طول دو هفته، کارایی که باید انجام بدم سرفصل آزمون رو بخوام بخونم 100 ساعت، کارای مدرسه رو بخوام انجام بدم من 15 ساعت، کارای کلاسی نوام 35 ساعت. من 150 ساعت کار دارم، 75 ساعت وقت دارم. چه فکر می‌کنم بریزم؟ یک، بیشتر تلاش کن ساعت مطالعه رو ببر بالا که عمر انجام نمی‌شه. پس الکی زور نزن. این ساعت مطالعه دیگه ماکس شما در نظر بگیرید، 75. خب اینا درست حسابشون کردی؟ پیش بینیات غلط نبوده؟ مثلا مدرسه تابه بوده، کلاس اینا هم تابه است، چرا دو بار نمیشه؟ راست میگی، نه اینو مثلا میشد با اینا ترکیب بکنن. خب اینو به اون نون قرض میدی جابجاش میکنی، یا نه میگی آقا همش انجام نمیشه، خب حالا باید انتخاب کنی. کدوم انتخاب میکنی؟ از قلمچیت میزنی، بعد از مدرسه میزنی و سعی میکنی کارهای کلاس رو انجام بدی. پس 35 ساعت کارهای کلاس رو انجام میدی، 15 ساعت کارهای مدرسه رو انجام میدی، 25 ساعت از کارهای آزمونت هم انجام میدی، که اون کارهای 35 ساعت و 15 ساعت هم به احتمال زیاد 45 درصدش با آزمونت هماهنگه. توی آزمونت هم هدف گذاری میذاری که تو این آزمون من چند میزنم و چند نمیزنم. به این میگن پیشبینی آزمون، به این میگن مهارت هدف گذاری. کندن چاله، دزدیدن مناره، تعادل برقرار کردن بین چاله و مناره، هدف گذاری برای دو هفته ای آینده هم. اگر این پروسه رو خودت میتونی انجام بدی که منو بدی یاد بدم انجام بده، نازش هستی برو جلو. سوالاتی هم که داشتید انشالله من سعی میکنم یه فوق‌العاده‌ای بذارم و بهتون قسمت هایش رو دوباره جواب بدم، که ما درسمون یه مقداری عقب‌تر از سایر همکار مشاور و دبیر، که من هم خودم رو برسونم به شما. و بعدم اگه خودت تونستی که خود، اگه نتونستی مشاوره وی آی پی ما رو ثبت نام بکنی، ما این کارو برات میتونیم انجام بدیم و همکاری ما. آید دکتر شما خودت مشاوره برنامه‌ریزی؟ من تو عمرم اصلا برنامه‌ریزی نکردم، مثلا بلدم نیست، خیلی راحت پاک آب پاک می‌ذارم دستم. هی نه آید دکتر، تو رو خدا من این شرط خاصی دارم فلان، هر شرطی داری گله، من واسه بچه خودم که امسال کنکور داره برنامه‌ریزی نکردم. گفتم برو پیش مشاورامو برنامه‌ریزی تو انجام بده، من برای پسر خودم هم برنامه‌ریزی نکردم. یه الان آقای پاکی ریختم دستتو، خیالتون راحت بشه، چون پسر خود منم امسال کنکور داره. از اول تو نه فقط کنکور سر جدی بده، چون رشته‌ای که می‌خواد بخونه در دانشگاه وجود نداره، برای همین. ولی واسه اونم من برنامه‌ریزی انجام نمیدم. یه قطعا شما از بچه‌م عزیزتر نیستید. هی نیاین تو دایرکت من آقای دکتر من شرایط خاصی دارم فلان اینا، الان قشنگ بهتون گفتم. پس برنامه‌ریزی کلی رو من تو کلاس بهتون یاد میدم، هزینه‌ش هم کمتر، تعداد بیشتری میتونن استفاده کنن. عزیزانی که نیاز به مراقبت بیشتری دارن وی آی پی رو ثبت نام کنن، عزیزانی که تراز بالاتری دارن، ترازشون گیر کرده، یه دونه باید آچار کشی بکنیم و یه قلقای درارین بعدشون. آگه دیگه من ترازم 5000 ولی میخوام سی آی پی بیام، گفتم خب اونجا اذیت میشه، چون رتبه یک کنکور یه چیزی بهت میگه، یهو میپکی و اعصاب رو اول میریزه به هم. برای همین لطف کنید اون چیزایی که بهتون گفتیم رو
رعایت بکنید که بتونید با این چارچوب برین جلو. یعنی اگه دکتر فقط سی آی پی ها موفق میشن، نه چه ربطی داره؟ ما پارسال سی آی پی داشتیم که موفق شده باشن، هم آدم سی آی پی موفق میشه، هم آدم وی آی پی، هم آدم عادی. مگه همش فقط کسایی که تو کلاس اینا موفق میشن؟ نه، جایی دیگه هم هستن، درس دارن میکنن، کار دارن انجام میدن. ذهنیتتون نسبت به موفقیت اصلاح بکنید. ما هم با من همراه و پشتیبان کنارتونیم، راهنماییتون میکنیم که کارو برنامه‌تون بسازید.